رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو همراه ماست. آقای حاجی حسینی، واکنش امامان جمعه چطور ارزیابی می‌کنید، خصوصا اونجایی که گفته، یعنی علنا داره میگه که حماس دست پرورده قاسم سلیمانی علم الهدام که به شعار نغزه نه لبنان مردم اعتراض کرد و حمله کرده در واقع؟ این رویکردها در سخنان ائمه جمعه که منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند جدید نیست، همیشه در هر منازعه‌ای که وجود داشته است میان اسرائیل و فلسطین اینها مطرح شده، ولی وجهی که در واقع داره این است که یک جنگ طلبی از منظر عافیت، یعنی این افراد در حالی که خودشون در آسایش نشستند درباره اینکه حمله ای صورت بگیره که بعد عوارض اون از دست رفتن جان غیر نظامیان باشه در هر دو سوی این منازعه، اساساً موضعی ندارند، یا چه بسا مثل علی خامنه ای موضعشون اینه که حالا اگر چند غیر نظامی هم از طرف اسرائیلی کشته بشه خب ایرادی نداره، این میتوانه جبران بکنه خشونتی رو یا کشتاری رو که طرف مقابل انجام میده. به هر حال این عافیت طلبی، یعنی جنگ طلبی توأم با عافیت، به هر حال موضعی است که قابل توجه. همینطور اشاره به نقش قاسم سلیمانی از این نظر مهمه که فعالیت های او رو در منطقه که به هر حال همواره تروریستی خوانده می شده است از سوی کشورهای اروپایی، آمریکا، بعضن اینها تروریستی دانسته می شده، عملا تایید میشه. یعنی این رفت آمدها، پول بردن و آوردنها، تجهیز کردن و تسلیح کردن گروه های فلسطینی رو تایید می کنند. یک نکته هم من اضافه بکنم در مورد شعار نغزه لبنان جانم فدای ایران. خب این روی کرده انتقادی می شود داشت به این شعار، یعنی می تونه جایگزین بشه با شعاری مثل هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. مسئله اینجا همراهی با گروه های مظلومه، با افراد و ملت های مظلومه که می تونسته وجود داشته باشه، اما فضای دو قطبی که حاکمیت در ایران ایجاد کرده و شکافی که ایجاد شده است میان حاکمیت و مردم عملا شرایطی رو ایجاد کرده که این پذیرفتنی نیست. یعنی حمایت جمهوری اسلامی از مردم غزه یا فلسطین، این دیگه حمایتشون از عموم مردم تلقی نمیشه و همراهیشون با گروه های تروریستی است و اعتراض شهروندان هم به همین همراهی با گروه های تروریستی است. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار مالمو.